سلام و درود فراوان خدمت دوستای خودم عزیزان من رسیدیم به بخش دوم از فصل پنجم البته بچه های رشته تجربی عزیزمونم این مبحث رو دارن فقط در قالب فصل دیگه که ترکیبی از در اصل ساختار هسته بنابراین ما بخش دوم از فصل پنجم رو داریم بررسی میکنیم به عنوان طیف اتمی بحث جالبیه نکات جالبی داری که با هم دیگه میبینیم درود بر شما فصل پنجم بخش دومش طیف اتمیه گفتیم در فیزیک کلاسیک مطالبی موضوعاتی مطرح شد که فیزیک کلاسیک قادر به توجیه اونها نبود یکی از این بحث ها پدیده طیف اتمی یا طیف تابشی اجسامه میدونیم که همه اجسام در دمای معینی از خودشون یک مجموعه طول موج به نام طیف گسیل میکنن اجسام وقتی به شکل جامد یا مایع هستند در دماهای معین از خودشون نور گسیل میکنن موج گسیل میکنن موج الکترومغناطیسی دارای یک تیفه یعنی به صورت مجموعه ای از طول موج ها گسیل میشه یعنی یک طول موج نیست یک مجموعه از طول موج این طول موج ها برای اجسام جامد یا مایه که دماشون افزایش پیدا میکنه یک طیف پیوسته است یعنی بین طول موجها مرز یا خط فاصله وجود نداره طیف به صورت طول موجهای به هم متصله به این طیف طیف گسیلی پیوسته یا طیف حاصل از اجسام داغ و ملتهب گفته میشه یعنی ما نمیتونیم طول موج ها را از هم تفکیک کنیم یک مجموعه از طول موج به هم پیوسته این طیف پیوسته گسیلی رو مشخص میکنه اما اگر ما بیایم عناصر رو به شکل گاز در بیاریم با فشار کم اه، به صلاح گرمای کافی دمای کافی برای اونها ایجاد بکنیم اون عناصر شروع می‌کنن به تابش کردن تابش اونها تیفی تشکیل میده که طول موج‌ها این دفعه از هم جدا هستن به این تیفی که طول موجهاش از هم جدا هستن میگیم تیف خطی یا تیف اتمی طول موجها کاملا در این تیف از هم جدا هستن و جالب تر اینی که هر عنصر تیف مخصوص خودشو داره یعنی مجموعه طول موجهایی رو داره که هیچ دو عنصری طیف یکسان و شبیه هم نخواهند داشت درست مثل اثر انگشت انسان ها که با هم متفاوتن بنابراین ما اگر طیف ها رو تقسیم بندی کنیم به دو دسته طیف گسیلی پیوسته که مربوط به اجسام داغ ملتهب این طیف رو ایجاد میکنند طول موجها به هم متصل و از هم جدا نیستن به این طیف گسیلی میگن طیف گسیلی پیوسته یه طیف گسیلی خطی یا اتمی داریم که اینجا در از اتم ها به شکل گاز در اومدن تحت فشار کم درون ظرف های مخصوصی بین آنود و کاتود با ولتاژ بالا اونها رو برانگیخته میکنن این گاز شروع میکنه به تابش کردن وقتی تابش این عناصر رو از منشور رو بور میدن خطهای جدا از همی به نام طیف گسیلی خطی ایجاد میکنن اناسور طیف مخصوص به خودشون دارن بحث برای طیف ها این بود که فیزیک کلاسیک تا حدودی میتونست طیف گسیلی رو توجیه کنه اما به طیف خطی که رسید توجیه قابل قبولی نداشت که چرا هر عنصر طیف مخصوص به خودشون داره بالمر که یک ریاضیدان سوئیسی بود اومد با دقت در چهار خطی که طیف اتمی هیدروژن چهار تا خط رنگی داره دقت کرد توی طول موجها که آنگستروم قبلا اونها رو اندازی گیری کرد اومد یه رابطه ریاضی بدون هیچ تجربه فیزیکی مطرح کرد به این شکل نظرش چی بود؟ میگفتش که خب طیف اتم فقط این چهار تا خط رو نداره ممکنه طول موجهای دیگری داره که ما نمیتونیم ببینیم یعنی در محدوده مرئی هستن اومد گفتش که اگر ما یه رابطه مطرح بکنیم که بتونیم از روی اون طول موجهای مرئی رو مشخص بکنیم میتونیم این رابطه رو بستش بدیم کاملش بکنیم برای طول موجهایی که قابل دیدن نیست قابل دیدن نیستن و ممکنه ما اون طول موج رو در فعالیت های آزمایشگاهی اونها رو ایجاد بکنیم یا ظاهرشون بکنیم به همین ترتیب بالمر اومد رابطه مطرح کرد که این رابطه به ازای n مساوی 3 4 5 6 با جایگزین کردن دقیقا طول موجهای چهار خط اتم هیدروژن رو که آنگستروم اونها رو اندازگیری کرده بود به دست بود بعد از اون ریدبرگ اومد رابطه رو کاملترش کرد ریدبرگ من رابطه بالمر رو کامل کرد به صورت عکس طول موج در آورد یک لاندا آر اچ ثابت ریدبرگ که مقدارش رو میدن بهتون ان پریم به توان دو یک برای ان دو این رابطه به جای رابطه بالمر رابطه کاملتری شناخته شد زیرا بعد از بالمر دانشمندان با فعالیت هایی که تو آزمایشگاه انجام دادن به این نتیجه ای که بالمر رسیده بود رسیدن و تونستن طول موج هایی رو که اتم هیدروژن میتونه غیر از اون چهار تا مرئی ایجاد بکنه من به دست بیاره اینا شامل سری لیمان بودن یعنی اگه ما ان پریممون رو یک بذاریم انمون میشه دو، سه، چهار، پنج الی آخر یه سری طول موج میده که در محدوده فرابنفشه بنافش اسم این مجموعه رو گذاشتن سری لیمان پس در لیمان ان پریم ما یک عدد یک قرار میدیم ان دو سه چهار پنج لا آخر و سری بالمر که قبلا خودش اونها رو به دست برده دید. یعنی محدوده مرئی به نام ایشون ثبت شد بخشیش مربوط به نور فرابنفش و بخشیش مربوط به مرئیه اون چهار تا در سری بالمره اون چهار تا مرئی که قبلا آنگستروم رو اندازه گیری کرده بود و بالمر برای اون رابطه داشت این در محدوده بالمر ثبت شد که ان پریمش دو هست و ان میتونه سه چهار پنج الی آخر باشه و از اینجا به بعد دیگه همه طول موج به دست اومده در محدوده فرسور بودن سری پاشن ان پریم سه ان چهار پنج الی آخر میشه فروز سرخ دیگه همه اینا فروز سرخ شدن همسری پاشن براکت پفون اینا طول موجهایی بودن که بعد از فوت آقای بالمر چندین سال که گذشت تونستن طول موجهایی رو که اتم هیدروژن میتونه در محدوده نامرئی ایجاد بکنه رو اندازه‌گیری کردن که جالب این بود که رابطه ریدبک همه اونها رو میتونست اندازه‌گیری کنه یعنی رابطه ریدبک رابطه کاملی بود که تمام اون طول و موجها رو میتونست به دست ما بده پس سریا به ترتیب لیمان، بالمر، پاشن، براکت، پفون که اینا رو باید حتما حفظ کنید لیمان یک، بالمر دو انپیریمش، پاشن سه، براکت چهار و پفوند یا فوند انپیریمش پنجه و این عددهای بعد از اینا میشن یعنی انپیریم یک گذاشی دو سه چهار میشه جای این انپیریم دو گذاشید انمو میشه سه چهار انپیریم رو به همین ترتیب 3 گوزاشیم 4 5 و n رو 4 گوزشیم 5 6 ما میشه و n پریم 5 n میشه 6 7 آخر و دو تای اول فرابنفش بقیه فرو سرخه اون 4 تا مرئی هم تو محدوده بالمر که n پریمش هست رابطه بالمر رابطه بسیار مفید و مهمیه که حالا ما اینجا براتون ازش مثال گفتیم فقط نکته‌ای که اینجا لازمه بگم براتون حواستون باشه بچه برای وقتی که بلندترین طول موج مثلا سری لیمان رو میخواد بلندترین طول موج بالمه رو میخواد بلندترین طول موج پاشن رو میخواد وقتی بلندترین طول موج یکی از این سری ها رو میخواد انپیریمش که معلومه مثلا لیمان انپیریش یکی اینو باید به علاوه یک کنید یعنی برای بلندترین اگه گفت لیمان برای بلندترین طول موج لیمان انپیریم لیمان یکه اینو باید دو بگیرید برای بلندترین طول موج بالمر ان پریمش 2 اینو بعد 3 بگیرید برای بلندترین طول موج و به همین ترتیب ولی برای کوتاهترین طول موج ان پریم که در هر سری مشخص شد اینو بعد بی‌نهایت بگیرید یادتون باشه برای کوتاه‌ترین ان بی‌نهایت برای بلندترین ان باید ان پریم به علاوه باشه یه نمونه مثال براتون اینجا آوردم گفته کوتاه‌ترین طول موج بالمر بالمر ان چند بچه‌ها بله چند برابر بلندترین طول موج لیمانه ان پریمش یک پس برای کوتاهترین N این اینو بعد سه بگیرید عذر میخوام بی‌نهایت معذرت میخوام برای بلندترین N این اینو باید دو بگیرید پس یه بار دیگه من اینو درستش کنم چون گفته کوتاهترین گفتیم تو کوتاهترین اینو بعد بی‌نهایت بگیریم برای بالمه و گفته بلندترین طول موج لیمان بلندترین ان پریم هر چی داده اینو یک واحد بیشتر میگیریم پس اینجا مشخص شد الان برای بالمر می یک یک برای لاندا آر یک برای روی رو دو میذارم دو به توان دو میشه چهار یک برای اینم که بی نهایت به توان دو این عدد میشه صفر و این برای چی شد؟ این برای کوتاه ترین مین بالمر. برای لاندای ماکسیموم لیمان آرکه ثابته برای لیمان ان پریم یکه که بتوان دو میشه خودش های انش دو هست میشه یک چهارم خب حالا حساب میکنیم اینکه میشه یک چهارم میشه آر چهارم پس لاندای مینیموم میشه آر چهارم درسته وچه آر چهارم محکوسش میکنیم چهار آروم میشه برای این میشه یک های یک چهارم میشه سه چهارم سه آر چهارم که مکوسش بکنیم لاندای ماکسیموم میشه چهار سه آر چهار بر روی سه آر گرفتی چی شد بچه ها این شو سه آر چهار رو محکوسش میکنیم و میشه چهار بر روی سه آر خب حالا نسبتاشون رو تقسیم کنیم نسبتشو خواسته اینا رو تقسیم کنیم بچه من پایین مینویسم دقت کنیم میشه چهار آر تقسیم بره چهار به سه آر این آر با این آر میره این چهار با این چهار میره میشه سه یعنی کوتاه ترین طول موج بالمه تازه کوتاه ترینش سه برابر بلندترین طول موج لیمانه این نسبت به دست مه. پس چهار آروم از اینجا به دست اومد آر چهارم چون معکوسش کردم شد چهار آر این شد سه چهارم یعنی سه آر چهارم معکوسش کردم چهار برای سه آر به هم تقسیم کردیم بالایی رو به پایینی چهار آروم به چهار سه آر آرا ساده شد چهار آم ساده شد سه اومد بالا نسبت شد سه بچه های عزیز بعد از اینکه مدل ریدبرگ یا رابطه ریدبرگ مطرح شد خب با روش های تجربی تونستن طول موج هایی که طیف اتم هیدروژن گسیل میکنن رو اندازهگیری گیری کنن اما اینکه چرا هر طول موجی از طیف اتم هیدروژن یا طول موجهای خاصی از اتم هیدروژن گسیل میشه در فیزیک کلاسیک قابل توجیه نبود بور بعد از اینکه مدل اتمی خودش رو ارائه کرد تونست توجیه این طیف اتمی رو داشته باشی که چرا هر عنصر طیف مخصوص خودش رو گسیل میکنه یا عناصر مختلف دارای طیف اتمی یا طیف خطی مجزا از هم یا ویژه هم دیگه هستن یعنی اینکه هر عنصر طیف مخصوص خودشو داره طوری که گفتم مثل اثر انگشت انسان که با هم متفاوته و همین خاطر مجبوریم یه تاریخچه ای از مدل های اتمی بگیم تا به مدل بور برسیم و مدل بور رو براتون توجیه بکنیم و در این حال مدل بور برای ما بگه که چرا طیف هر عنصر مخصوص و ویژه اون عنصر هست در مدل های اتمی ما سه مدل رو اینجا بررسی میکنیم اولی مدل مدل تامسون هست که میدونید مدل کیک کشمیشی اومد یک زمینه از جرم رو ثابت در نظر گرفت با بار مثبت و الکترون ها با تعداد کم درون این زمینه ثابت هستن گفت ارتعاشات الکترون در جای خودش میتونه موج الکترومغناطیسی رو گسیل کنه اما این مدل اینکه به طیف تیف رو بتونه توجیه بکنه تیف قابل قبولی از این مدل گرفته نشد رادرفورد بعد از اینکه مو آزمایش تابش پرتوی آلفا به ورقه نازک طلا را انجام داد به وجود هست بخش بسیار محکمی از اتم پی برد اون با تعجب دید که پرتوهای آلفا که خیلی سنگین هستن پس از برخورد به ورقه نازک طلا بخشیشون عبور میکردن و با تعجب دید که یه تعدادی برمیگشتن انتظارش این بود که این پرتوها ها عبور بکنن یا نهایتا کمی منحرف بشن یا بدون انحراف عبور بکنن متوجه انحراف زیاد این ذرات شد و حتی بعضی هاشون برگشت کامل داشتن گفت درست میسیم میمونی که شما یه توپ بسکتبال بزنید به یک روزنامه به یک کاغذ و برگرده این انتظار نمی رفت پس باید یه بخش محکمی در اتم وجود داره که رادرفورد اسم اون رو هسته گذاشت هسته دارای بار مثبت و الکترون به دور اون با بار منفی داره میچرخه پس ضعف مدل تامسون تو این بود که نتونست تابش رو کامل توجیه کنه رادرفورد برای اینکه بیاد اینو تابش رو توجیه بکنه پس از این آزمایشی که انجام داد اومد مدلی برای اتم در نظر گرفت که هسته دارای بار مثبت در مرکز قرار گرفته و تعداد کمی الکترون دارن به دور این هسته میچرخند. طبق نظریه ماکسول چون حرکت الکترون به دور هسته یک حرکت شتاب داره پس باید موج الکترومغناطیسی گسیل کنه اما این موجی که گسیل میکنه در ابتدا که تو مدارهای بالا هست طول موجای بلند داره بعد که انرژی رو از دست میده الکترون میاد تو مدارهای کوتاهتر کوچیکتر با شوهای کمتر و طول موجش کوتاه میشه بسامدش زیاد میشه اما این مدل دو تا ضعف عمده داشت یکی اینکه نمیتونست پایداری رو توجیه کنه چرا چون میگه که وقتی الکترون داره توی مدارهایی به دور هسته انرژیش رو از دست میده به صورت تابش الکترومغناطیسی پس باید خیلی سریع مدارش کوچیکتر و کوچیکتر بشه و جذب هسته بشه پس اتم پایدار نیست ولی ما در حالت طبیعی میبینیم که اتم پایداره و در ضمن این مدل طیف گسسته رو شاید بتونه توجیه کنه ولی طیف ناپیوسته رو که طول موج ها کاملا از هم جدا هستند در این مدل توجیه نشد پس ضعف مدل رادرفورد این بود که دو تا ضعف داشت یکی اینکه طیف اتمی رو نتونست توجیه کنه و یکی هم پایداری اتم رو در نهایت مدل بور با یک اندیشه خیلی خوب و کامل طراحی شد در مدل بور که به این شکل مطرح شد که اومد مدارهای ثابتی رو گرفت به نام مدارهای مانا این مدارها شعاع ثابتی داشتن برای فقط دقت داشته باشید که این مدل فقط برای اتم هیدروژن که ساده ترین مدل ساختاری رو داره به کار رفته در مدل بور شعاع مدارها یک شعاع در اصل مشخص و مجاز هست که به صورت آر آصفر n اندوه این شماره اون مدار یا شماره اون ترازه این عدد صحیحه یک دو سه آخر میتونه باشه یک عدد کوانتومی هم نامیده میشه کوانتومی گفتیم یعنی ناپیوسته آصف شعاع مدار بر بود که اولین شعاع اتم در حالت پایه است شعاع در از اص... اتم هیدروژن هست که این محاسبه شد اندازگیری شد و این شماره مدارهایی که الکترون میتونه تو اون مدارها قرار بگیره پس این به توان دو یعنی اگر برای شعاع اولیه رو بخوایم بگیریم اینو یک بذاریم شعاع اولمون آصفر شعه دومیمون میشه چهار تا آصفر شعاع بعدیمون میشه نه تا آصفر یعنی هی فاصله مدارها داره از همدیگه زیاد میشه بعد اومد انرژی الکترون رو در هر مدار اندازه گیری کرد رابطه ای که مطرح کرد برای انرژی هر مدار یا هر تراز که الکترون در اون مدار قرار میگیره و صاحب اون انرژی میشه نوش ای این مساوی منفی ای آر این یه مقدار ثابت یکی سیزده و شش دمامه الکترون ولت یا معادل یک ریدبرگ یک ریدبرگ پس ما میتونیم به جای هر 13 و 6 الکترون ورود یک ریدبگ رو قرار بدیم اینا واحدهای انرژی هستن بچه یعنی در تراز اول اینا اگه یک بذاریم میشه 13 و 6 تقسیم برای یک بر حسب ریدبگ قرار بدیم میشه یک روی یک منفی بیان چیه بچه که الکترون وقتی در حالت آزاد یا در قید هسته نیست انرژیش رو صفر در نظر گرفت یعنی شما اینو اینجا بی نهایت بذاری یه انما میشه صفر یعنی انرژی الکترون آزاد که در قید هسته اتم هیدروژن نیست انرژی صفره برای اینکه بیاد تو مدارهای نزدیکتر به هسته باید انرژی از دست بده این منفی که اینجا قید شده در اصل به معنی از دست دادن انرژی توسط الکترون برای قرار گرفتن تو یک مدار مشخصه پس انرژی هر تراز از این رابطه به دست ما. در مدل بور اینطور مطرح شد که شعاع مدار ثابته انرژی هر تراز ثابته الکترون در هر مدار با چرخشش به دور هسته انرژی گسیل نمیکنه چون انرژی که داره وابسته به اون مدار یا تراز هست و ثابت خواهد بود یعنی با چرخش الکترون تابشی گسیل نمیشه برای توجیه تابش اومد اینطور گفت گفت اگر الکترون از یک تراز بالایی از یک مدار بالایی به یک مدار پایینی بیاد باید انرژی از دست بده این انرژی از دست دادن با تابش یک فوتونه علت اینکه بر در فیزیک جدید مطرح شده بود به خاطر اینکه از کیفیت تابش فوتون استفاده کرده بود بنابراین الکترون وقتی از یک تراز بالایی با انرژی یه یو به یک تراز پایینی یه ال میاد یه بخشی از این انرژی رو از دست میده به صورت یک موج الکترومغناطیسی به عبارت یک فوتون گسیل میکنه انرژی فوتون گسیل شده برابر با اختلاف انرژی دو ترازی که در اصل الکترون بین اون دو تراز بین اون دو مدار داره جابجا جا میشه و جالب این بود که در مدل بور اگر با جایگزین کردن ای مقادیر ای آ رو مقادیر ای رو قرار بدیم و به جای اف سی به لاندا رو قرار بدیم رابطه ریدبرگ هم به دست میومد. یعنی با جایگزین کردن ای بر حسب ای آر به n 2 و ای E ای آر ان ل به توان دو قرار می دادیم به جای اف هم C به لاندا می رابطه ریدبرگ رو هم به دست بیاریم این رابطه به این شکل نوشته می شود. یعنی یک بر روی لاندا که همون ثابت ریدبرگ یعنی ای آر به هاش که همون آر خواهد بود یعنی ثابت ریدبرگ یک بر روی L من های یک بر روی U هست یعنی انرژی در از اینو ان من بذارم که بهتر بشه یعنی ببخشید اینو ان قرار بدم جایگزینش ان بهتره به توان دو چون اینا رو شما در از چی نوشید ای رو نوشید منفی ای آر در اصل ان یو به توان دو منفی در منفی میشه مثبت ای آر ان ال به توان دو مساوی با های سی به لاندا از ای آراش فاکتور بگیریم های سی هم بیاریم و این منفی رو هم جا به بکنیم در اصل این رابطه که همون رابطه ریدبرگ بود از رابطه بر به دست می اومد مزیت هایی که مدل بر داشت این بود که این مدل یک پایداری رو توجیه کرد چجوری توجیه کرد پایداری رو گفتش که الکترون تا وقتی تو یک مداره با حرکتش تابشی گسیل نمیکنه چون انرژیش وابسته به اون ترازیه که اون مداریه که قرار گرفته پس تا وقتی تو مدار خودشه الکترون تابشی گسیل نمیکنه دوم سازگاریش با مدل بور بود که بور از میخوام مدل ریدبرگ بود که ریدبرگ به روش تجربی رابطه های طول موج رو برای اتم هیدروژن به دست آورده. بنابراین سازگاریش با رابطه ریدبرگ بود و تونست در از اون طول موج هایی که اتم هیدروژن میتونه گسیل کنه رو با مدل خودش توجیه کنه و در این حال طیف خطی رو هم توجیه کرد گفت الکترون بسته به این که از چه ترازی به چه ترازی میاد فوتونی که گسیل میکنه با بسامد و طول موج مشخص مربوط به اون دو ترازیه که الکترون بین اون دو تراز جابجا جا, جا میشه بنابراین هرچی این اختلاف ترازها متفاوت باشه طول موج و بسامدی که الکترون داره با این تغییر تراز گسیل میکنه متفاوت خواهد بود هر چی از ترازهای بالا به ترازهای پایین تر بیاد انرژی بیشتری گسیل میکنه و طول موجی که گسیل میکنه کوتاه و بسامدی که ایجاد میکنه زیاده هر چی اختلاف ترازهامون کمتر باشه که الکترون بین اونا جابجا میشه طول موج بلندتر و بسامد گسیلیمون هم در از کمتر خواهد شد و ما بعد از اینکه اما ضعفی که در مدل بور وجود داشت این بود که فقط برای اتم های, اتم های مطرح مطرح میشد که تک الکترونی بودن مثل هیدروژن یا مثلا هلیوم یه بار مثبت فقط این مدل برای اتم های قابل توجیه بود که تک الکترونی بودن یعنی هسته فقط روی یک الکترون تسلط داشت یا نیرو وارد میکرد و دومین ضعفش این بود که شدت اون تیفا مثلا برای آبی یه شدت خاصی داشت برای قرمز شدتش فرق میکرد مدل بور نتونست تفاوت این شدت ها رو بگه که چرا مثلا شدت این نور یا این تیف در اتم هیدروژن چرا با هم متفاوته این دوتا ضعفی بود که در مدل بور مطرح شد فران هوفر یک دانشمند آلمانی وقتی با دقت اومد در تیف نور خورشید نگاه کرد دید خطای سیاهی وجود داره اون بیان این خطای سیاه رو به این شکل توجیه کرد که گفت در اصل اینا جای خالی طول موج هایی هستن در طیف خورشید که جذب شدن توجیه بهتر این بود که وقتی نور خورشید از جو خورشید و یا از جو زمین عبور میکنه عناصری در این جو وجود دارن که بعضی از این طول موج ها رو جذب میکنن و این طیف وقتی در سطح زمین تشکیل میشه جای خالی این طول موج های جذب شده به صورت خطای سیاه نمایان میشه دانشمندان اومدن این طیف جذبی رو بررسی کردن دیدن که اگر ما بیاریم طیف هر عنصری رو از نور اسخای میکنم من دوباره تکرار میکنم اگر نور سفید رو ما بیایم از عناصر مختلف عبور بدیم طول موجهایی از نور سفید توسط اون عنصر جذب میشه که خود اون عنصر اون طول موجها رو است یعنی هر عنصر در حالت گازی وقتی نور سفید ازش عبور میکنه طول موجهایی را از نور سفید جذب میکنه که خودش هم اون رو است بنابراین ما در تیف سنجی تیف خطی و تیف جذبی رو وقتی بررسی میکنیم دو نتیجه مهم به دست میاد که هر عنصر طیفی مخصوص به خودش ویژه خودش داره و هر عنصر در حالت گازی از نور سفید طول موجهایی رو جذب میکنه که خودش هم اونها رو میتونه گسیل کنه و این طیف ها در اصل یک ابزاری شدن به دست بشر برای اینکه بتونه عناصر بیشتری رو شناسایی بکنن و یا ای برای هر عنصر صادر بشه بر اساس تیفی که دارم. ما در ادامه بحث‌های بعدی رو هم ادامه خواهیم داد که انشالله استفاده خواهیم